خودت جا؟ بله خواب بابا. خوابی بابا؟ نه بیدارم. من کلید آوردم میذارم اینجا، بیا ورده ببر، در باز کن، من صبح دو مرتبه میام پیشت. باشه خواب بابا. منم باید زودتر برم تا سحر نشده رباب خانوم نفهمه که من اومدم بیرون. خیلی ممنون. چیشا؟ آوردی؟ خدا با شما. قول دادی یا؟ قول چی؟ به کسی نگی من اینجا. ها تو هم قول دادی یا؟ کدوم قول؟ که کسی نفهمی ما این تو بودیم. خداحافظ شما. مان اختر این همین چرخی گفت یه شاگرد میخوام، حقوقش هم خوبه، ولی بابات باید بیاد ضمانت تو کنه. بهش بگو بابام حالا حالا نمیاد، تازه امروز رسیده اصفهان. چشم. یه زحمتی براتون دارم مادر، این کپونای منو بدین به خان بابا، رب واسه خودتون بگیره واسه منم بگیره، من دارم میرم سر کار. باشه مادر. خداحافظ. به سلامت. ببین مادر، خان بابا میگفتش که از زهار رفته سفر، راست میگو؟ خدا به خدا داره. ببینم برای گشت و گذار رفته یا برای کار رفته؟ نه رفته آدم شو برگرده. حالا کی بر میگرده؟ هر وقت که آدم شد. خداحافظ. خداحافظ. سلام اختر خانم. رسیدن به خیر؟ کی رفتی؟ کی برگشتی؟ اختر خانم که فرمودن، گفتن هر وقت آدم بشم برمیگردم. خدا رو شکر آدم شدن ما خیلی طول نکشید، من الان آدمم. اینا تو چجوری اومدی؟ ها؟ با هواپیما؟ صبح رسیدم، دلم نیومد از خواب بیدارتون کنم. خوش گذشت؟ اوف عالی بود اختر، عالی. فقط یه خورده آب هواش سرد بود، اما انقدر جای تفریحی بود، الان دلم برای اونجا تنگ شده. جای شما خالی؟ چه شو؟ هیچی، از اینکه نشد ببرمش سفر ناراحته. انشالله گرفتاریام کم بشه همه تونه میبرم. سلام ماما، خوش گذشت. جای شما خالی. دلم برای تنگ شده بود معملی. واسه سوغاتی آوردی یا نه؟ چیز؟ سوغاتی؟ آره چی میخوای؟ همه چی برات آوردم، واسه تو هم آوردم اختر خانم، واسه تو برات برم بیارم، هرچند قابل تو رو نداره، اما فقط میخواستم بهت بگم ما هر جا که باشیم ما به یادت هستیم. Thank you.
پس بر میگرده. قابلی نداشت آقا، ما واسه پول این کارو نکردیم، غرض خوشبختی شما بود. فقط تا من نگفتم از اونجا نیاد بیرون. این چک مالی یه ماه دیگه است آقا. عمدن دیر نوشتم که اگر نتونستی تو سرداب نگرش داری جلو چکتو بگیرم. ما نگرش میداریم به شرط اینکه شما قضیه رو کشش ندی. کدوم قضیه؟ خواستگاری و عقد دیگه آقا. عقد که خونده بشه این آقا رضا هیچ کاری نمیتونه بکنه. خیالتون تخت. این برگره میگیری قبض خوشرویه تو همین خیابون. قبض یه دست کچهواره. ازش میگیری میای. به 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 جا. به سلامتی کچهوار دامادیه دیگه ها؟ یه آدرس گل فروشی هم بهت میدم. بگو سبد گلی که زمانی سفارش داد برای پس فردا شب، فردا شب آماده بشه. چای فردا شب میرید خواستگاری آقا؟ اون پسره رو اگر اون تو نگرش داری آره. آقا پس بریم کفشمون رو واکس بزنیم، لباس پلوخوریامون رو از تو کمد در بیاریم دیگه. بودو تا دیر نشده. رو چشم جسارت نباشه آقا، این چک الباقی هم داره؟ الباقیش بماند بعد از عقد. چکریتی آقا. سلام علیکم. سلام. بفرما این کت شلوار آقای زمانی رو لطف کنی، گفتن اینا رو هم بشیرو دوتو کنی. اینا مال آقای زمانیه؟ آره، شما بشورید اتو کنید بنویسید به حسابش، من خودم میام میبرم. زیر شلواری هم باید اتو بزنی؟ پولداریه دیگه، آدم های پولدار زیر شلواری هاشون هم میدن اتوشویی. اونم اتویی که با خطش بشه هندونه قاچ کرد. عجیبه، این اولین باری که آقای زمانی همچین لباسایی واسه ما میفرسته. ولی مطمئن باشید آخرین بارش هم نیست. آدمی که دوتا زن داشته باشه رختاشو باید بده خوشرویا بشورن، غذاش هم رستورانی ها بپزن. دوتا زن؟ آره. یار مبارک بادا، ایشالله مبارک. یار ما با رنگ بدا، ایشالا ما با رنگ بدا. این حیات به اون حیات میپاشن نقل و نبود، اون حیات به این حیات میریزن سکه طلا. یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا.
بیا خان بابا. همه آزمایشگاهی که دیروز رفتیم. یعنی به این زودی آماده شده؟ خب اگه آماده نشده بود بشین تا آماده شه بگیرش. باشه بابا. فقط خان بابا جوابشو یه راست ببر پیش شبنم. بهش بده ببینه. یعنی اگه تو آزمایش نشون داد که هنوز تو بدنت مواد هست بازم ببرمش پیش خانم دکتر؟ نه سریع برگرد بی اینجا. در رو دیگه چرا قفل میکنی؟ اگه خدایی نکرده آزمایشت نشون بده که هنوز معتادی، خب باید این تو بمونی دیگه، بمونی تا ترک کنی. بابا درم که قفل نکنی آخه من کجا رو دارم برم؟ ما قرارمون یه ما بود، هنوز یه ما نشده. به به سلامت شد خان بابا. آسته میری؟ آسته میام. سلام. جایی میری برسونمه؟ لازم نکرده دست شما هم درد نکنه. راستی خان بابا از این پسر رفیق چه خبر؟ آقا رضا پیداش کردی؟ نه خیر. آخه اگه دیدی سلام ما رو بهش برسون. کاش که یه چند روز میمون تو اون سرداب تا حسابی آدم شه. رفیقت برگشته. باز به هر ضرب و زوری که شده تو سرداب نگرش داری. نه ترس با من. به خاطر همین بهت زنگ زدم دیگه. تو بس بری با خانم دکتر صحبت کنی. با من. برو بگو آب پاکی رو بس بریزی رو دستش. اینطوری فایده نداره. بس امروز به کلی ناامید بشه. فکر اونش هم کردم. نمیذارم بیاد بیرون. تو فقط زود برو باش صحبت بکن. نتیجهش هم به من بگو. مطمئن؟ قربانت. خداحافظ. این چیه؟ با هم رفتیم آزمایش داد. آزمایش اعتیاد. باریکلا. جوابش هم که میبینید خدا رو شکر نشون میده که دیگه معتاد نیست. خب خوش به حالش. من از آزمایشگاه تا اینجا اینقدر خوشحال بودم که نفهمیدم چجوری اومدم. حالا هم اومدم که شما ببینید دیگه. واسه چی من؟ بابا جون حالی که ثابت شد که این جوان دیگه معتاد نیست بیان برگردین سر خونه و زندگیتون. واقعا فکر میکنین من اینقدر سادم؟ چرا ساده؟ ببینید من خودم یه پزشکم. تمام راههایی رو که یه معتاد میتونه بره تا آزمایشش اعتیادش رو نشون نده همه رو بلدم. نه به جون شما کلکی تو کارش نیست. من خودم اونجا بودم که آزمایش داد. فرض که این آزمایش درست باشه چه تضمینی وجود داره که این آدم دوباره معتاد نشه؟ ترک کردن خیلی سخته ولی دوباره معتاد شدن خیلی آسونه. من نمیتونم با این برگه آزمایشی که تازه به درستی و غلطیش هم شک دارم دوباره با این آدم ازدواج کنم. شما هم دارید خیلی سخت میگیرید. شما اگه دو روز فقط دو روز با یه آدم معتاد زندگی کرده بودین اون وقت میفهمیدین من سخت نمیگیرم. من ضمانتش میکنم اون محال دیگه بره بکشه. و
ولی من مطمئنم اگر این آدم دوباره دچار یه بحران بشه از اول احتیاطش رو شروع میکنه. زندگیم که پر از بحرانه. پس من چی جوابش میدم؟ خواهش میکنم آب پاکی رو بریزین رو دستش. من فردا شب خواستگار دارم. حتما اینو بهش بگین. میخوام دیگه به فکر من نباشه. خانم، بیمار دیگه ای تو نوبت نیست؟ از این به بعد اگر کسی اومد، لطفاً بگی مطب امروز تعطیله. نه، من یک کمی حالم خوب نیست. ممنون. Thank you.